برای اینکه علت ترور مرتزا متحری شخصیت برجسته شیعیان برایتان مشخص شود کافی است گوشه ای از مصاحبه مرحوم متحری در اوایل سال 1358 در رابطه با قبور ائمه و امامزادگان را به دقت گوش کنید مرتزا متحری در مصاحبه خود در مورد زیارت قبور ائمه و امامزادگان چنین بیان کرده است مکانهای مقدس به هیچ وجه از جان آدمیان مقدستر نیستند اولا که سابقه ای در اسلام ندارند ثانیا ما هیچ دلیل عقلی و نقلی معتبری نداریم که این خفتگان در زیر خاک خواه امام باشند خواه خواهر امام خواه برادر امام صدای زائران را می شنوند و به آنها پاسخ می دهند و یا اساسا قدرت برآوردن حاجات آنها را دارند آنون در زمان حیات خود برای درمان دردهاشان به طب زمانه و طبیبان دوران مراجعه می کردند اینان که امروز این همه از طب و رضا و طب و صادق دم میزنند نمیدانند که این همان طبی بود که امامان بدان عمل میکردند و به هیچ وجه جنبه الهی و آسمانی نداشت. کجا در حکایات و روایات شرعی آمده است که مردم بر در خانه پیامبر یا امامان صف می کشیدند تا امراضشان را شفا دهند؟ ابن خلدون می گوید پیامبر اسلام هنگام بیماری به طبیبان راهنشین حجاز مراجعه می کرد و از آنان داروهای گیاهی می گرفت. وقتی امام علی را ضربت زدند، جراحی یهودی را بر بالینش آوردند تا او را علاج کند. نه علی، نه حسن و نه حسین هیچ کدام دست به معجزه نبردند. بلکه شفای امام علی را از یک یهودی خواستند. مرحوم متحری در بخشی از مصاحبه خود با اشاره به روزه مداهان و آخوندها گفت گفتند که هیچ مغازداری به اختیار دکان خود را تعطیل نمی کند. و روحانیان مدداه صفت همچنینند. امروز قم به دست مداها افتاده است. من مشکلی ندارم با اینکه آدمیان به بزرگان خود احترام بگذارند حتی به قبرهای آنها احترام بگذارند اما قصه حرمت نهادن و ستایش کردن چیزی است و قصه حاجت خواستن و شفا خواستن چیز دیگری است اینها را از یکدیگر باید جدا کرد دیری است که در تاریخ اسلام قصه رفتن به مزارها اهمیت و قداست پیدا کرده این زیارتگاه ها هایی پیدا کرده و گردانندگانی هم دارد که کرامات و معجزات جعلی بسیاری نقل می کنند و در میان مردم پخش می کنند و از این طریق دل مردم را رو بایند و در هنگام ناامیدی ها و دشواری ها به آنان تلقیم می کنند که روا شدن حاجاتشان و برطرف شدن بلایا را از این زیارتگاه ها طلب کنند در صورتی که هیچ حجت عقلی و نقلی معتبری بر درستی این رفتارها نداریم و حتی بعضی فکر می کنند اگر در حرم و مکان خاصی مثل امامزادگان به خاک سپرده شوند در امن و امان خواهم بود و به واسطه فلان امام و امامزاده به بهشت خواهند رفت و این در حالی است که خداوند می‌فرماید هیچ کس بار گناه کسی را بر دوش نمی‌کشد تا به حال هیچ حجت الاسلامی و آیت اللهی و هیچ آخوندی برای شفا به هیچ امامزادی پناه نبرده حالا هی برویم و از امامزاده ها تقاضای معالجه دردهای خودمان را بکنیم و خدا را رها کنیم و آنقدر در این جهل خود فریبی بمانیم که نتوانیم واقعیت را ببینیم. اکنون بهتر می شود فهمید مرتزا متحری چرا شهید شد. روسیه با ترور متحری، طالقانی، و بسیاری دیگر از روحانیون روشنفکر و برنامه ریزی گسترده مردم را در جهل و خرافات گرفتار کرد و منابع کشورمان را به قارت برد ای مردم بیدار شوید با سپاس از همراهی شما دوستان